برگزاری کنفرانس در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو با حضور رئیس جمهور مریم رجوی. روز چهارشنبه 3 شهریور 21 سپتامبر در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو کنفرانسی درباره حفاظت اشرف و التزامات ملل متحد با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برگزار شد. در این کنفرانس شماری از برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی، حقوقی از اروپا، آمریکا و آفریقا شرکت داشتند و سخنرانی کردند که از جمله به این شخصیت‌ها باید اشاره نمود. دکتر آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا. ترامون سنسون، رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا. نونتون بی توتو، مدافع حقوق بشر و مبارز ضد نژادپرستی، فرزند اسقف دزموند توتو، مبارز نامدار ضد آپارتاید. پروفسور روز فجوود، رئیس بخش حقوق بین الملل دانشگاه جان هاپکینز، عضو هیئت امنای سیاست دفاع آمریکا و نخست وزیر سید احمد غزالی از الجزایر. رئیس جمهور برگزیده مقاومت سخنران ویژه این کنفرانس. خانم رجوی در سخنان خود از جمله گفت: Clearly the United States of America has so far been negligent towards obligations to protect Ashraf residents. The U.S. failure would increase UN responsibilities towards Ashraf residents and not reduce it. We call on the United States of America, the European Union, and also the Swiss government to provide protection for Ashraf residents until a peaceful and long-term solution is found. The silence over executions and torture of Iranian political prisoners must end. The Iranian resistance demands the referral of the Iranian regime's violation of human rights to the UN Security Council